صبح بخیر کلیسا، به کلیسای آنلاین بابتیست استاکپورت خوش آمدید. یکی از چیزهایی که در دوران لاکداون از دست دادیم برگزاری مراسم کامیونیون به همراه هم بود. نمیشه مثل هم قبل باشه، تنها بشین توی اتاق نشیمن. کامیونیون تمامش درباره جمع شدن، اجتماع شاگردان هستش که همراه هم باشند و نان را تکه کنند. پس وقتی زندگی به حالت طبیعی برگشت، حالا هر نوع حالت طبیعی که میخواد باشه، حتما دوباره در اطراف میز خداوند جمع خواهیم شد. ولی در حال حاضر باید بهترین مراسم کامیونیون رو به صورت مجازی برگزار کنیم که علی‌رغم همه مشکلاتی که داره یادبود باشکوهی خواهد بود. پس ما در ادامه همین برنامه شام خداوند رو جشن خواهیم گرفت. پس حتما شراب یا آبی میوه یا نان یا کراکرز خودتون رو آماده کنید. همینطور یک شمع یا چراغ هم اگر دارید در دسترس بگذارید. از یک شنبه هفته آینده یک سری جدید آموزش رو بر اساس پریر کورس که توسط پیت گرگ تهیه شده رو شروع خواهیم کرد که از گروه 24/7 هستش. هفت هفته کورس هست که در طول لنت برگزار میشه و هر هفته نکات متفاوتی از دعای خداوند رو خواهیم پرداخت. و پس از آن زمانی رو میگذاریم تا چیزهایی رو که آموختیم عملی کنیم با دعا. بازخوردهایی که از اعضای کلیسا داشتیم در مورد صحبتهای اخیر در فاز ریست و اینکه کلیسای آینده چطور میتونن به نظر بیان، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که همه چیز رو در دعا به خداوند بسپاریم. فقط بعد از انجام این کار هستش که میتونیم مطمئن باشیم که صدای خداوند رو شنیدیم و هر تصمیمی که میخوایم بگیریم باید در دعا درخواست کنیم. همینطور امیدواریم افراد بیشتری در جلسات گروهی میان هفتگی در زوم به ما بپیوندند که جایی هست که چیزهایی رو که آموختیم بحث میکنیم و همینطور زمانی رو برای دعا به همراه هم صرف میکنیم. ما هر کی رو که دوست داره در یکی از گروه های هفتگی یا شرکت کنه دعوت میکنیم تا در این سفر دعایی که ما در آن هستیم همراه ما باشند. بیایید به یک ویدیو کوتاه در مقدمه ورود به این دوره گوش کنیم. من اینجا هستم با جنی هیوز. خب یکی از هیوز های مورد علاقه من فرانکلی هستش. ما در حال ضبط دوره دعا هستیم و خیلی هم هیجان زده هستیم. این دوره دعا برای کمک به کسانی که در راه رشد رابطه‌شون با خداوند هستند عالیه. میتونه بنیان خوبی برای دعا در تمام زندگی باشه. یک سری منابع رایگان هم هستن که به همه ارائه میدیم تا کلیسا بتونه خانه دعا برای همه ملت‌ها باشه. دوره کاملی برای موعظه و گروه‌های کوچک. دیدگاه اصلی عیسی مسیح هستش. دیدگاه ما رشد ارتباط با اوست و راه رشد ارتباط با خداوند در دعاست که در واقع قلب مسیحیته. واقعا امیدوارم از این دوره لذت ببرید و لطفا به ما بگید که چطور پیش رفت. بیایید حالا که برای پرستش دوره هم جمع شدیم دعا کنیم. خداوند ما گرسنه به دیدن این برنامه آمدیم. برای آسایش گرسنه ایم، برای محبت گرسنه ایم و گرسنه ایم برای راه جدیدی در زندگی، گرسنه کلمات تو. از سپاسگزاریم برای این که ما رو قادر ساختی به شکل مجازی ملاقات کنیم تا بتونیم از این زمان رو در پرستش سپری کنیم. مشتاق هستیم تا خوبی تو را بچشیم در جمع خواهران و برادرانمون. امروز که در نان زندگی جشن میگیریم به جمع ما برکت بده. در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.
در طی چند هفته گذشته درباره ایده ریست با هم حرف زدیم. گفتیم که به خاطر همه‌گیری بیماری و محدودیت‌هایی که لاکداون برای ما ایجاد کرده، کلیسای ما هم مثل هر کلیسای دیگه‌ای مجبور شد که عکس العمل نشون بده و با شرایط سازگاری پیدا کنه. و همینطور که داریم به پیش رو نگاه می‌کنیم، باید به ریست شدن هم فکر کنیم، به این معنی که کلیسا بعد از این شرایط چطور باید به نظر برسه. چون در کنار بسیاری از رهبران مسیحی در بریتانیا و خارج از کشور، ما به این زمان به عنوان یک فرصت استثنایی نگاه میکنیم. میخواستم یک بار در طول این نسل، ولی در واقع بگم بیشتر از اونه، باید بگم که یک بار برای همه دورانها تا مرور کنیم و تغییر بدیم کارهایی رو که به عنوان یک کلیسا باید انجام بدیم. و بنابراین مطمئنم شما هم مثل بقیه در طول هفته به این فکر کردید. مدتی هست که راجع به عکس العمل نشون دادن و ریست کردن صحبت میکنیم، ولی هیچ وقت گفته نشده که کلیسا چطور به نظر خواهد اومد. علتش هم اینه که ما نمیدونیم. کاری که امروز میخوام انجام بدیم اینه که یک بخش شناخته شده از کتاب اعمال رو انتخاب کردیم، فقط برای اینکه شروع کنیم به فکر کردن در این مورد. و همینطور میخوام به چند مثال نگاه کنم یا ایده هایی رو که روی میز کارم و کامپیوترم بهشون برخورد کردم در طول این هفته. خب، بدون شک همتون میدونید که در ابتدا کتاب اعمال رسول رو داریم که رسولان داریم که منتظرند. اونها گروه کوچکی از مردم بودند که به صورت جدی تحت تاثیر قرار گرفتند در زندگی، تدریس، مرگ و قیام عیسی مسیح. و بعد از قیام هم اون آنها رو ملاقات کرد و گفت منتظر باشید، منتظر اتفاق بعدی که قرار بیفته باشید. پس اونا به انتظار ایستادن، دعا میکردن. براشون جالب بود که چه اتفاقی قرار بیفته، چون هیچ ایده ای نداشتن. و بعد ناگهان، اینجا میگه که ناگهان باد عظیمی از روح القدس بر سر آنها فرود اومد، حجم عظیمی از آتش، و باعث شد در این روز پنتیکاست که پتروس بیسته و با جمعیت صحبت کنه، و از طریق همین موعظه 3,000 نفر به جمعیت اونها اضافه شد. 3,000 نفر. و یک دفعه با این مسئله روبرو شدن که خب حالا چیکار کنیم با این 3,000 نفر که ایمان آوردن، چیکار باید بکنیم؟ این چیزی نبود که اونها براش آماده باشند، هیچ چاره‌ای نداشتند، یک جور بی‌نظمی مقدس بود. خب بعد از روز پنتیکاست بلافاصله این رو میخونیم. و در تعلیمی که رسولان میدادن و در آیین شام خداوند و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت میکردند، مردم گروه گروه به عیسی مسیح ایمان میآوردند. در ضمن در اثر معجزات زیادی که توسط رسولان به عمل میآمد، در دل همه ترسی توأم با احترام نسبت به خدا ایجاد شده بود. به این ترتیب تمام ایمانداران با هم بودند و هرچه داشتند با هم قسمت میکردند. ایشان دارایی خود را نیز می‌فروختند و بین فقرا تقسیم می‌کردند. هر روز مرتب در خانه خدا با هم عبادت می‌کردند. در خانه‌ها برای شام خداوند جمع می‌شدند و با خوشحالی و شکرگزاری هر چه داشتند با هم می‌خوردند و خدا را سپاس می‌گفتند. ساختمانی نداشتند، برنامه‌ای نداشتند، هیچ سازماندهی نداشتند، هیچ دستورالعملی نداشتند و همینطور بودجه‌ای هم نداشتند. در ازاش عیسی مسیح به اونها گفت ببینید، شما دیده اید که من چه کردم. در زندگی که من کردم همراه من بودید. چیزی رو که تدریس کردم شنیدید. شما شاهد مرگ و قیام من بودید. حالا با قدرت بروید و به دیگران بگویید چه دیده اید و چه شنیده اید. خب همونطور که میخونیم چند تعلیم ساده به اونها داد. اونها چیزهایی که مسیح به اونها تدریس کرده بود رو به اشتراک می‌گذاشتند. یادتون باشه در این زمان کتاب عهد جدید وجود نداشته.
بنابراین اونا هیچ کدوم از انجیل ها رو در اختیار نداشتن، فقط چیزی رو که از زمان سپری شدن با مسیح به یاد داشتن تدریس میکردن. اونها تمرکزشون روی اون بود، اونها روی ارتباط و دوستی و بخشش و به اشتراک گذاری تمرکز داشتند، اونها روی دعا تمرکز کرده بودند، اونها روی مراسم نان و شراب تمرکز کرده بودند. آنها هر روز در معبد ملاقات میکردند، این راه کارشون بود. اونها به حرکت و راهنمایی روح القدس پاسخ دادند و از طریق همه اینها خداوند از اونها استفاده کرد و افراد بسیار زیادی رو به جمع اونها اضافه کرد و همینطور بسیار دیگر رو شفا داد. این یک دستور عمل برای کلیسا نیست. گاهی میبینیم اینطوری میشه. این روش مطالعه کتاب مقدس نیست. اینکه یه بخشی از کتاب رو برداریم و به چیزی که در مقابلمون پیوند بزنیم بعد بگیم این برنامه کلیساست. نه، این برنامه کاری کلیسا نیست. اونها کاری رو که باید انجام میدادن انجام دادند با مفهوم و برداشت خودشون، ولی ما میتونیم ازشون درس بگیریم، میتونیم ازشون یاد بگیریم. اونها خودشون رو فدای این کار کردن، فداکاران این مسئله رو پذیرفتن برای انجام امور اولیه، و امور اولیه برای اونها در واقع در عناوین چیزهایی بود که عیسی مسیح به اونها گفته بود: یکدیگر رو محبت کنید، یکدیگر رو محبت کنید، بروید و شاگرد سازی کنید، چیزهایی رو که به شما آموختم به اونها هم آموزش بدید. این بدن من است، آن را به یاد من بخورید و با هم به اشتراک بگذارید. اینها مسائل اولیه بودند، اینها چیزهایی بودند که مسیح روی اونها تأکید داشت. فرانسیس چان که یک رهبر کلیسای رادیکال هستش و همینطور نویسنده و ناشر هست، این رو میگه: اگر کسی از شما بخواد که کلیسا رو شرح بدید فقط با استفاده از کتاب مقدس، یعنی شما اجازه ندارید از هیچ یک از تجربیاتتون استفاده کنید، فقط با استفاده از کتاب مقدس بخواید کلیسا رو براشون توضیح بدید، چی میگید؟ باید با این شروع کنیم، باید از کلمات خداوند استفاده کنیم، وگرنه اگه بخوایم چیزی خلق کنیم که خودمون درست کردیم یا خودمون داریم و بگیم من کلیسا رو اینجوری دوست دارم یا اینجوری میخوام، ممکنه تمام عمر هم این کار رو به خوبی انجام داده باشیم، ولی این مثل میمونه که یک کاسه بزرگ اسپاگتی درست کرده باشیم و ببینیم خداوند گفته باید مثل استیک درستش میکردی، چیزی کاملا متفاوت. خب کلمات خداوند درباره کلیسا چی میگن؟ من از مردم این سوال رو پرسیدم: کلیسا رو فقط با استفاده از کتاب مقدس تشریح کنید، و چهار چیز بیرون اومد ازش. شماره یک، محبت. اونها میگن کلیسا یک گروه از مردمه که مثل یک خانواده هستن، تعدادشون هم زیاده و به هم محبت میکنن، با هم ملاقات میکنن، هرچی دارن مال همه، بدنه اون از مردم تشکیل شده. دومین چیزی که مردم میگن از متنه که به نظر میرسه گروهی از مردم هستند کلیسا که در حال پخش کردن یک پیامند، انگار در حال یک مأموریتند. کسانی وجود دارند که عیسی مسیح رو نمیشناسند و کلیسا گروهی هستند که میخوان پیام مسیح رو برای اونها توضیح بدن. سومین چیزی که مطرح کردن این بود که کلیسا جمعی از مردم هستند که دور هم جمع میشن و تمرکزشون بر بدن و خون عیسی مسیح هست. مراسم کامیونیون یک مسئله بزرگه. اونها در دعا برای یکدیگر هستند، دوستی و ارتباط با یکدیگر و آموختن این کتاب. و چهارمین چیزی که مشخص شد این بود که این یک نوع تجهیز و آموزش در حال انجام هست، مثل اینکه رهبران کلیسا در حقیقت در حال آموزش سایرین هستند تا بتونن کلیسا رو هدایت کنند و اونها رو برای کار کردن تجهیز کنند. آنها برای خدمت به خداوند تجهیز میشوند و باور دارن هر کسی گیفت رو داره، پس رهبران میتونن اونها رو برای انجام اون تجهیز کنن. این چیزی بود که اونها در حال تألیف کلیسا بودن. من موافقم، وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنم من یک تصویر زیبا میبینم، این چیزیه که من میبینم. خب بر اساس این تحلیلی که فرانسیس چان انجام داده، در واقع پایه کلیسا است که بر اساس اون شاخصه ها ایجاد شده. پایه‌اش در خونه ها گروه های کوچک و بر پایه این ایده که این گروه ها رشد خواهند کرد و در طی 6 تا 9 ماه تقسیم میشن و در واقع اونها در حال تعلیم رهبران جدید هستند تا گروه های جدیدی رو بسازن. ما
باز هم میگم این هم یک دستور عمل برای کلیسا نیست. این در واقع راه خودش بود با توجه به شکلی که او در حال انجامش بود. ولی ما میتونیم ازش یاد بگیریم. چند هفته قبل در جلسه بودم بعد از برنامه استیو یک کلیسای بپتیست در پرلی رو مثال زد که در جنوب لندن هستش و این کلیسا یک کلیسای سنتی بود و در سالهای اخیر گروه تشکیل دهندش در واقع در حال کاسته شدن بودند. اغلب افراد بسیار مسنی بودند با یک ساختار سنتی کلیسا با گروه رهبری که در اختیار داشتند و نیک ریوز که کشیش اونجا هستش خیلی با این شرایط راحت نبود در مورد برنامه‌هایی که یک شنبه ها انجام می‌دادند. خیلی مراسم قدیمی و سنتی و تاریخی بود. ممکنه برای زمان‌های قبل مناسب بوده باشه ولی به طور چشمگیری شرکت کنندگان روز یک شنبه نمیتونستن با هم ارتباط برقرار کنند با جامعه، همینطور با جامعه محلی نمیتونست انعکاس دهنده تفکرات محلی باشه. بنابراین نمیتونست کمک کنه تا مردم خداوند رو کشف کنند تا در ایمان به خداوند عمیق‌تر بشن. بنابراین حدود 5 سال قبل علاوه بر انجام این برنامه‌های یک شنبه که بهش ادامه میدادن شروع کردم به یک برنامه‌ای به اسم Thursday Tea یا چای پنج شنبه. یک برنامه غذایی اجتماعی بود. اونها در واقع مردم رو دعوت میکردن تا دور هم جمع بشن و میدونیم مثلا دعا میکردن و همه شرایط معنوی رو داشتن ولی همه چیز بر اساس به اشتراک گذاشتن غذا بود و در طی زمان این گروه به حدود 90 نفر افزایش پیدا کرد که در روزهای پنجشنبه غروب دور هم جمع میشدن و اونها حول 3 ارزش دور هم جمع میشدن: خوردن، دعا کردن و محبت. نیک گریل میگه که وقتی اون دوتا مدل رو با هم مقایسه میکنی، این که در یک شنبه ها چه اتفاقی میفته و در پنجشنبه ها چه اتفاقی میفته، به راحتی میتونی بگی کدوم در حال شکوفا شدن هستن و کدوم نه. همه چیز در طی لاکدان گسترش پیدا کرده و اونها هم مجبور شدن تغییراتی انجام بدن و میدونید در این مورد یک مقاله کوتاه هستش در مجله بپتیست که میتونید بخونید، ولی اگه میخواید بدونید که اونها در واقع چیکار میکنن تو اون محل، باید بگم که یه لینک اینجا پایین توی قسمت یوتیوب هستش که اگه از یوتیوب تماشا میکنید و اگرم یوتیوب تماشا نمیکنید با ما تماس بگیرید، لینک رو براتون میفرستیم برای این مقاله. باز هم میگم کاری که اونها در پرلی انجام میدن یک دستورالعمل برای کلیسای ما نیست ولی میتونیم ازش یاد بگیریم. رابرت وارن یکی از کشیش های چرچ آف انگلند و یک محقق و نویسنده و ناشر کتاب های هلسی چرچ هستش که در واقع قطعه تاثیرگذاری در کلیساهای انگلستان بوده. اون این مدل ساده رو از کلیسا به اصطلاح توسعه داد که این 3 عنصر اصلی رو در خودش داره: پرستش، اجتماع و ماموریت. و اون پیشنهاد میده که یک کلیسای سالم باید هر 3 عنصر بارو رو در حالتی تعادلی داشته باشه و هر کدام یک دیگر رو تغذیه کنند. ولی به صورت سنتی کلیسا سعی کردن که همه چیز رو بر اساس یک جمع پرستشی درست کنند و در واقع پرستش شده هسته کلیسا و باعث شده که اجتماع و گاهی اوقات مأموریت کلیسا به حاشیه برن و اغلب اوقات هم کلیسایی رو داریم که گروه پرستشی رو داره و همینطور اجتماع رو داره ولی در مورد بخش مأموریت کلیسا واقعا غفلت میشه. استیوارت موری یک صدای پیشرو در کلیساهای انگلستان هستش. کارهای زیادی کرده و تحقیقات زیادی در مورد کلیساهای مختلف انجام داده و حتی در بخش رهبری کلیسا این مفاهیم چالش برانگیز رو به آزمایش گذاشته و اینطوری بنیانگذاری کلیسایی رو که دیده توضیح میده: یک کلیسای در حال شکوفایی که مجموعش رو در یک منطقه مسکونی ساخته و مردم از مناطق مختلفی که در زندگی میکنن به این منطقه مسکونی میومدن در روزهای یک شنبه برای برنامه پرستشی و استیوارت ویلیام حدود 10 سال از زندگیش رو در این محل بوده و همیشه هم باهاش مشکل داشته و میگه که علتش این بود که
اونجا اولش به عنوان تجمع برای پرستش شروع شد، ولی چون مردم از جاهای مختلف و متفاوت به اونجا می اومدن، اونجا هرگز نتونست شرایط یک جامعه رو پیدا کنه و همین دلیل قطعا نمیتونست هویت مأموریتی برای کلیسا نشون بده. و اون میگه بسیاری از کلیساهای نوساز و تازه ساز دچار محدودیت در مأموریت شدند، چون کلیسا شکل گرفت و تأسیس شد برای یک گروه پرستشی. لین گرین منشی ملی اتحادیه بپتیست هستش و صدای نبوتگونه ای داره، مخصوصا برای نهضت بپتیست در بریتانیا. بانویی که واقعا ارزشش رو داره که صحبتاش رو گوش کنید. من این افتخار رو داشتم که در بخشی از یک گفتگو باشم چند هفته قبل، جایی که او هم در حال صحبت کردن بود و تم صحبت شبیه این بود که بگه که چطور رهبری کنیم وقتی که نمیدونیم که چی کاری میخوایم بکنیم. و باید بگم این شبیه چیزی هستش که در واقع ما الان احساس میکنیم. اون داشت راجبه روش ای تا بی رهبری رو توضیح میداد. یعنی مثلا جایی که ما هستیم نقطه A هستش و اینجا جاییه که میخوایم بریم، نقطه B. و این هم کارهایی هستن که باید انجام بدیم برای اینکه از نقطه A به نقطه B برسیم. اون میگه اون روش‌های مدیریتی در حال حاضر جواب نمیدن، چون ما نمیدونیم نقطه B کجاست. واقعا نمیدونیم. امیدواریم به کجا ختم بشه. و خب پس چطور میتونیم استراتژی داشته باشیم اگه نمیدونیم که در واقع به کجا میخوایم بریم؟ و این در مورد کلیسای اولیه هم حقیقت داشته. میتونید شکوه چیزی رو که اتفاق افتاد ببینیم در روز پنتیکاست و اون همه مردمی که ایمان آوردن و شفا پیدا کردن، ولی حتما خیلی مشکل بوده که در اون کلیسا رهبر باشی، چون نمیدونستن دارن به کجا میرند. تنها کاری که اونها میتونستن بکنن این بود که فعالیت ها رو مدیریت کنند با کمک روح القدس که اونها رو هدایت و رهبری میکرد. ولی لینگرین میگه میدونید چیه، در حال حاضر مسیحی موفق، کلیسای موفق کسانی هستند که فکر کنید اگر که در یک قایق بادبانی باشید، بادبان رو بالا ببرید تا در مسیر باد قرار بگیرید. این کاری که ما باید در حال حاضر انجام بدیم به عنوان کلیسا، باید بادبانها رو بالا ببریم تا در مسیر باد قرار بگیریم، مسیر روح القدس، تا اون ما رو راهنمایی کنه. و به جای اینکه به دنبال افکاری بریم که مثلا ممکنه در نهایت چه اتفاقی بیفته، به جای اون باید با در اختیار گرفتن باد روح القدس بذاریم او ما رو به جاهای غیر قابل انتظار و غیر قابل تصور ببره، جاهایی که فراتر از تصور و تجربیات ماست. من واقعا این تصویر رو دوست دارم، کاملا من رو به هیجان میاره که چیزی که از ما در حال حاضر خواسته شده اینه که بادبان رو برافراشته کنیم و اجازه بدیم روح القدس به هر جا که میخواهد ما رو هدایت کند. چون میدونید مثل خیلی از کلیساها واقعا نمیدونیم داریم به کجا میریم. بله ما عقایدی داریم، چیزهایی که امروز صبح راجبش صحبت کردیم، اونها به ما نشانه میدن که آینده چطور ممکنه به نظر برسه و یا حاویه چه چیزی باشه، ولی قطعا ما راه رو نمیدونیم. ولی چطور این بادبان رو برافراشته کنیم؟ بله تصویر قشنگیه، ولی چطور انجامش بدیم در واقعیت؟ خب میدونید که باید مثل کلیسای اولیه، باید بر روی پایه ها تمرکز کنیم و چیزی که در حال حاضر اولویت داره دعاست، نوعی از دعا که در جستجوی خداوند باشه، که به خداوند گوش کنه، که با راهی که خداوند ما رو هدایت میکنه سازگاری داشته باشه. و همونطور که در این برنامه مشاهده میکنید، ما داریم کلیسا رو به یک فصل دعا کردن دعوت میکنیم که از الان هستش تا ایستر که بهش دوره لنت میگن. پس از در روزهای یک شنبه تدریس هست درباره دعا و جنبه های مختلف دعا، و در طول هفته ما شما رو به خود دعا دعوت میکنیم تا در گروه های کوچک جمع بشید و درباره آنچه در یک شنبه اتفاق افتاده بحث کنید و وقتی رو صرف کنید برای دعا کردن و گوش کنید تا حرکت خداوند رو درک کنید برای این کلیسا. لینگرین راجب قایق بادبانی صحبت میکنه. یکی دیگه راجب این صحبت میکنه که اگر در یک منطقه زلزله خیز هستید در یک شهر،
در واقع نقشه خیابون‌های شهر به شما کمکی نمی‌کنه. چیزی که شما نیاز دارید یک قطب نماست تا راه رو به شما نشون بده. در دعا در واقع داریم با قطب نمای خودمون مشاوره می‌کنیم، با شمال واقعیمون. می‌خوام شما رو با تفکری از پیت گرگ تنها بگذارم. پیت گرگ پایگزار حرکت و جریان 24/7 هستش و در طی چند هفته آینده از او زیاد خواهیم شنید، چون اون هستش که در واقع جلوی صف تدریس دعا قرار داره. اون میگه میتونم باهاتون صادق باشم، من اهل دعا نیستم، من در عیسی مسیح هستم. صحبت میکنیم. من به قدرت دعا ایمان ندارم، من به قدرت خداوند ایمان دارم، پس از او کمک میخواهم خیلی زیاد. من اهل بشارت نیستم، من از بشارت متنفرم، من در عیسی مسیح هستم، پس با مردم راجع به او صحبت میکنم. من اهل عدالت اجتماعی نیستم، من در عیسی مسیح هستم، پس خودم رو در جنگ با دشمنان او میبینم. من اهل پرستش نیستم، همه اون سرودهای لطیف راک دوباره و دوباره. من در عیسی مسیح هستم، پس وقتی او رو میبینم لبخند میزنم، تعظیم میکنم و بله اوکی قبول دارم که یک کمی هم آواز میخونم. من اهل کلیسا نیستم، وضعیتش رو دیدید؟ من در عیسی مسیح هستم، پس مردمش رو دوست دارم. یک کمی عجیب غریبه، منم همینطورم. چشمنداز عیسی مسیحه، نه مسیح، نه مسیحیت، نه قوانین، نه دعا، مأموریت و عدالت، نه تأسیس کلیسا، معجزات یا تبلیغ، فقط عیسی مسیح. اگر عیسی مسیح رو دوست دارید، حدس میزنم که همه اون کارها رو میکنید. دعا میکنید، پرستش میکنید، به کلیسا میرید، انجیل رو تدریس میکنید. ولی در انجام همه اینها میتونیم دلیلش رو هم به راحتی فراموش کنیم و در آشفتگیهاش مسیح رو دفع کنیم. بعضی از ماها باید مسیح بودن رو برای مدتی متوقف کنیم. خیلی درش خوب شدیم، برامون عادت شده. صداهایی از ما میخوان آسایش‌های آشنای مسیح رو رها کنیم تا با ناشناخته‌ها برخورد کنیم و مسیح رو دوباره کشف کنیم. آمین.
خب خواهم چی کار بکنیم وقتی دور هم جمع میشیم تا کامیونیون رو جشن میگیریم؟ خب اول از همه یک دور جمع، هم جمع شدن اینطور نیست، جمع شدن دور یک میز برای یادآوری. ولی یاد بود بسیار مهمتر از یک نگاه به پشت سره. ما به یاد میاریم که بدن عیسی مسیح هستیم، که از هم جدا شدیم و فاصله گرفتیم، که باید دوباره با هم یکی بشیم. ما جشن موعود رو به یاد میاریم و همه اونهایی که گرسنه و تشنه هستند باید سیر بشن. دور هم جمع میشیم تا داستان مرگ مسیح رو بشنویم، قیام و بازگشت او در جلال. دور هم جمع میشیم تا به خاطر کار نیکویی که مسیح شروع کرد و خداوند اون رو کامل کرد شکرگزاری کنیم. دور هم جمع میشیم تا انرژی و مقام روح القدس رو درک کنیم، حالا که در راه به سوی بهشت نوین قرار گرفتیم. همینطور این درباره فرستادنه. همونطور که پدرم مرا فرستاد، من هم شما را میفرستم. با این کلمات روح القدس با نفسش روح القدس رو به شاگردانش دمید و آنها رو برای مأموریت آماده کرد. از میز خداوند ما هم فرستاده شدیم، گرسنگان رو به یاد بیاوریم تا غذا بدهیم، مظلومان رو باید ستم آزاد کنیم، کسانی رو که ما فراموششون کردیم ولی خداوند هرگز فراموش نمیکنه. شمع ما روشن میشه و شما هم دعوت میشید تا شمعتون رو در خونه روشن کنید. ما این شمع رو به عنوان سمبولی از ایمان و امید روشن میکنیم، برای آیندمون به عنوان کلیسا، آیندمون به عنوان مردم، آیندمون در همه این در این بیماری همگیر. ما به کیمیاگری روح القدس اطمینان داریم تا رویایش رو اینجا و در اطراف ما به واقعیت تبدیل کنه. مردمانت رو دور هم جمع کنه ای خداوند، باشد که رویای تو در مورد ما به واقعیت بپیوندد. آمین. و حالا دعای میز کامیونیون. ای پدر آسمانی، ما بیاد می آوریم که عیسی مسیح در موقعیت‌های مختلف و مردم زیادی ملاقات کرد. او در غذای ساده با آنها شریک شد و محبتش رو با دادن آسایش به حاضرین نشون داد. اونها رو تشویق کرد و به چالش کشید. حالا که این خوراک رو به اشتراک می‌گذاریم، بابت بدن و خون او که آزادانه داده شد سپاس گذاریم. به ما چشم‌اندازی عطا کن تا وظیفه رو که در به عهده ما تک تک ما گذاشته شده انجام دادیم، تا تنها آنچه که داریم، آنچه رو داریم با دیگران به اشتراک بگذاریم. نه تنها اون رو، بلکه خبر خوب محبت او رو به تمام جهان پخش کنیم. آمین. نان ما را فرا می‌خواند تا کامل شویم. شراب شاهد وعده تو به ماست. صلیب ما را با یک درد بیگناه رودرو میکند. آرامگاه قربانی تو را شهادت میداد. پس بگذار روزها و شبهای ما آسمان و زمین را پر کند با محبت به همسایگان و غریبه ها، با هدایای نان و شراب و وسیله صلیب و مقبره. باشد که گناهان ما بخشیده شود، شکستهای ما شفا یابند و زندگی ما احیا شود. در نام و روح عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. Behold the man upon a cross.
و حالا آرامش. مسیح قیام کرد، آمد و در مقابل شاگردانش ایستاد، در اتاقی دربسته، جایی که از مردمی که از آنها می ترسیدند پناه گرفته بودند. آنها را آنجا ملاقات کرد، در همان جایی که بودند. او گفت آرامش با شما باشد. آرامش مسیح، مسیح برخواسته همیشه با شما باشد. به عنوان مردم خداوند در هر کجا که هستیم دور این میز جمع شده ایم. نان آورده ایم و میخواهیم که نیازمان، میدانیم که نیازمان باید برطرف شود و میدانیم که بسیاری گرسنه‌اند. ما شراب آورده ایم چرا که نیاز داریم که شاد باشیم و میدانیم که بسیاری تنها هستند. خودمان را میآوریم و اطمینان داریم که تو زمان و استعداد ما رو و گنج ها و استعدادهای ما رو با دیگران به اشتراک میگذاری و اونها رو به کفایت میرسونی. آمین. حالا که آماده داریم، آماده میشیم تا همراه شما وارد مراسم کامیونیون بشیم، دعا میکنیم تا این نان ساده و لیوان عادی تبدیل به چیزی بشه که رضایت خداوند رو جلب کنه. باشد که با بدنهای زمینیمون غذای آسمانی تو رو دریافت کنیم تا در تو و در دیگران باقی بمانیم. همانطور که همه در نام تو جمع شدند، صداهای من رو در دعا یکی میکنیم. با جملاتی دعا میکنیم که از کودکی آموخته ایم، دعای ربانی. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو آنچنان که در آسمان است بر زمین نیز به انجام برسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا کن و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین. خداوند عیسی مسیح در شبی که به او خیانت شد، نان را برداشت و شکرگزاری کرد. او آن را تکه کرد و گفت این بدن من است که برای شماست، آن را به یاد من به جا آورید. ما هم نان را می‌خوریم. به همین ترتیب او جام را برداشت بعد از غذا و گفت این جام عهد جدیدی است با خون من، هرگاه که آن را می نوشید مرا به یاد آورید. حالا دعای اینترسشن یا شفاعت رو انجام بدیم. میتونید افراد، مکانها و موقعیتهایی رو که در اطرافتون هست و در قلبتون هست به حضور خداوند بیاورید. ممکنه کمک کننده باشه که به خاطر بیارید کسانی رو که در دایره دعای شما هستند، خودتون، خانوادتون، دوستان، اجتماع، اطرافیان، کلیسا، مناطق محلی، شهر، منطقه‌مون، تمام کشور و تمام جهان رو. البته چند دعای خاص هم هست که اونها درخواست کردن از ما تا به اشتراک بگذاریم با شما. خب بیایید دعا کنیم.
خب از اینکه امروز صبح با ما در پرستش بودید سپاسگزاریم. هر کجا که بودید اطمینان داریم خداوند از طریق کامیونیون با شما ملاقات کرده و همینطور از طریق پیام کن با شما صحبت کرده. فکر میکنم اندی وارهال بود که گفت در آینده هر کسی برای 15 دقیقه در جهان مشهور میشه. شما رو نمیدونم ولی منشی کلیسای ما پیتر واتفورس مشهور شدن 15 دقیقه‌اش رو این هفته وقتی در اخبار نارس فست بی بی سی دیده شد انجام داد. اگه از دستش دادید این یک ویدیو کوتاه از کار اونه. Has handed over a number of things, so the tapes have sat in my wardrobe for the last 15 to 20 years, and it's only now that we need to dig them out and find out what's on them. So well done. Oh, Hollywood Peter. حالا که زمان ما به پایان رسیده اجازه بدید با درخواست برکت برنامه را تمام کنم. محبت عیسی مسیح شما را به سمت خودش بکشد. قدرت عیسی مسیح شما را در خدمت خودش تقویت کند و شادی عیسی مسیح قلب‌های شما را پر کند. در آرامش بروید. آمین. Though we stand in the shallows of all you have given, grateful for mercy, yet hungry for more, for the power of grace to go out from this place to the ends of the earth. We have praised you with passion and worshipped in wonder, thrilled by your spirit and fed by your word. Now to fully delight in the riches of Christ, we must go to the world. For you live in the streets of the city. You stand with the weak and the needy. You walk with the homeless and hungry and poor. And your hands are the hands I am lifting. Your voice is the life I am living. Your love longs to meet them, but how will they know unless I am willing to go? Lord, where are you hungry and where are you thirsty? Naked in prison with no one to care. To give of our best to the poor and oppressed is to give back to you. So cause us to see with the eyes of the Savior. Give us a heart that will love as you love. Courageous compassion in words and in action brings hope to the world. For you live in the streets of the city. You stand with the weak and the needy. You walk with the homeless and hungry and poor. And your hands are the hands I am lifting. Your voice is the life I am living. Your love meet them, but how will they know that you live in the streets of the city? You stand with the weak and the needy. You walk with the homeless and hungry and poor. And your hands are the hands I am lifting. Your voice life I am living. Without us, there's no other way they will know. So send me, I'm ready to go.